عرض بکنم خدمت شما دانشجویان عزیز رشته اتاق عمل و همه عزیزانی که ویدیوهای بنده رو دنبال میکنم. تو این ویدیو میخوام در مورد یکی از مهارت‌های پایه اتاق عمل صحبت کنیم و اونم باز کردن پک استریله. حالا ایشون لباس پوشیدن، ولی باز کردن پک استریل به صورت استاندارد باید حتما با لباس اتاق عمل، دستکش و ماسک باشه. داخل اتاق استریل هم که میرید به همین شکل. حالا توضیحاتی که ایشون میدن رو من براتون ترجمه کردم، تجربیاتی هم که خودم داشتم خدمتون حین صحبت‌های ایشون خواهم گفت. ببینید پک اتاق، حالا اون یا پک یا ست، حالا هرچی هست، توی اتاق عمل معمولا اسم دارن دیگه، اسمشون یه چیزی اینجا نوشته. یه دونه چسب هم ما داریم، از این چسبای تست بهشون میگن، که اینها فقط نشون میده این پک در مقابل حرارت بخار قرار گرفته. اصلا معنی اینو نداره که این استریل شده یا نه، چون که این شما یه ذره هم حالا به این حرارت بدی این رنگش عوض میشه. این فقط برای دستبندی ست هاست که کدوم ها رفتن و حرارت بخار رو دیدن و کدوم ها هنوز نرفتن داخل دستگاه. روش یه سری اطلاعات اینجا نوشته، تاریخ داره، اسم ست و چه شخصی، حالا ممکنه این برای یک دکتر بوده این رو درستش کردن، اسمش دکتر هم نوشته، و ساعت استریل کردنش و روز استریل کردنش. حالا هر اتاق عملی ممکنه یه سری چیزای دیگه هم داشته باشن روش، که مثلا بعضی اتاق عمل ها ممکنه رو همین چسب ها بنویسن که تجهیزاتی کم هست یا چیزی اضافه داره اون ست. حالا پک هم بود باز به همین ترتیب، همه پک ها رو ما به این شکل باز میکنیم، اون رو روی یک سطحی قرار میدیم. اول با دستمون اون سطح رو لمس میکنیم که خیس یا مرطوب نباشه، اگه بود خوش میکنیم، یا اگه مطمئن نیستیم یا ستمون یه مقداری حرارت داره زیرش یه دونه پارچه زخیم بندازید که این حرارت باعث نشه این قسمت بخار کنه و ست شما یا پک شما آن استریل بشه. خب اینجا یک سری اطلاعات نوشته که کجا بوده این در واقع استریلایزرش، چه استریلایزری بوده، دپارتمانش حالا استریلیزاسیون مرکزی بوده، کدوم حالا استیم بوده، بخار بوده، بعضی ممکنه با پلاسما استریل شده باشن. این لود و تک و اینا برای این اتاق عمله بوده که دقیقا منظورشون نمیدونم کجا بوده و به چه شکلی انجام شده. یک تاریخ دارید شما و یک تاریخ اکسپایر، تاریخی که استریل شده و تاریخ اکسپایر رو روی بستهاتون همیشه مشاهده خواهید کرد. همیشه اول چک کنید، حتی اگه 20 سال سابقه دارید، 30 سال سابقه دارید، همیشه هر وسیله ای رو که توی اتاق عمل سطح سر عملات رو میخواید باز کنید، حتما اول تست کنید که ببینید از نظر اینکه اون پکه پاره نشده باشه، سوراخ شدگی نداشته باشه، تاریخ داشته باشه، چه شخصی اون رو بسته، چسبش رو یه بار نگاه کنید. این اطلاعات خیلی بهتون کمک میکنه که خیلی وقتا توی عملای مهمی مثل مثلا آرتروپلاستی، تعویض مفصل ها، شما یهو نه یه بسته گاز آن استریل سر عمل باز کنید و همه چی آن استریل کنید، چون اتفاقای غیر قابل جبرانی هستن. ببینید این تیکه پارچه همیشه بیرونه و به سمت مقابل. اولین لایه هر پکی، چه سه چه پک، همیشه به سمت مقابل باز میشه. چسبایی رو که میبینید روی این پک زده شده نباید بیاد کامل باز کنید، چرا که باز میشه این چسب ممکنه این پارچه رو پاره کنه. شما بیاید از همون قسمت ببینید، انگشتتون رو اون قسمت قرار میدید، اون مقدار چسب رو باز میکنید، چسب که باز شد این تیکه رو بیرونش میارید. فقط چسب رو از همون قسمت ها باز کنید، نه دیگه کلش رو از روش بردارید. خب شما فکر کنید توی اتاق عمل هستید، اینم میز جراحیتون هست و میخواید این پک رو باز کنید. خب لایه اول به سمت مقابل، خب لایه بعدی به سمت حالا چپ یا راست، فرقی نداره، اون کسی که پیچیده این رو مشخص میکنه به چه سمتی باشه، و لایه آخر به سمت خودتون. قانونی هست که میگه که شما میتونید تا 2 اینچ، تقریبا میشه 5 سانت، داخل پک رو دست بزنید. حالا اگه توجه کرده باشید ایشون اونجا دست میزنه و ایشون هم حالا کارش خیلی درسته، این تا این قسمت دست زدن. ایشون حالا نگفته نمونه، آموزشاشون این، خودشون یک استاد دانشگاهی توی یک
دانشگاه معتبر هستش و هم RN هست و هم CST، یعنی دو تا مدرک مورد نیاز برای یک مربی اتاق عمل یا یک شخصی که تدریس اتاق عمل میکنن ایشون داره و همه کارهایی که میگن همه استاندارد هستش. کاری که اینجا میبینید، من مخصوصا این ویدیو رو آوردم که ببینید یک زمانی هم اگه دست زدید داخل 3 تا حدود معمولا میگن 2 سانت بیشتر نشه، ولی تا 5 سانت میتونه این باشه، مشکلی نیست، نه اینکه حتما دستتون نخوره داخل این لایه. لایه دوم، خب حالا شما فکر کنید که میخواد لایه دوم رو هم باز کنید. لایه دوم رو معمولا با وسایل استریل باز میکنن، یعنی شما دیگه گان پوشیدید، دستکش پوشیدید و لایه دوم رو، لایه دوم رو فرد غیر استریل نباید دست بزنه. حالا فرضاً بر اینه که ایشون استریلن، لایه مجدداً مثل همون سیستم قبلی، لایه اول به سمت مقابل و لایه آخر به سمت خودمون. خب داخل پک شما یک سری چیزها خواهید دید. اول ویدیو خدمت شما عرض کردم که ما هیچ وقت ستی که چسبش، نوار چسبش رنگی شده رو استریل محسوب نمی کنیم. اینجا یک اندیکاتور داره، این اندیکاتور رو ببینید. این اندیکاتوره اگه رنگش تغییر کرده باشه، حالا هر اندیکاتوری ممکنه یک فرم خاصی باشه، این اندیکاتورهای کلاس 6 هستن که استیلاسیون با سطح بالاست و برای عملای جراحی که پوست باز میشه مورد استفاده قرار میگیره. این استیلاسیونش اوکی، ببینید اکسپتد. اینجا اگه این قسمت نوار نمیرسید به این قسمت سبز رنگ، این غیر قابل قبول بود. اینجا یه برگه میبینید، من در مورد این برگه یک ویدیو ساختم به اسم سرجیکال تایم آوت، چیزی که ما اصلا توی اتاق عملمون به ندرت انجام میدیم. این رو برای یه یادآوری گذاشتن، زمانی که میخواید عمل رو شروع کنید سرجیکال تایم آوت رو رعایت کنید. یک میزان زمانی برای پرسیدن سوال از بیمار و تیم جراحی، کدوم پای بیماره، عملش چیه، کدوم سمت، پوزیشنش چیه، وسیلاش آیا آماده است، این بهش میگن سرجیکال تایم آوت. چیزی که ما خیلی وقتا سر عملامون، شما اگه میبینید اشتباهی پیش میاد، طرف پای راستش پای چپش عمل میشه، به خاطر اینه که این مورد رعایت نمیشه. توی اتاق عملمون هست تا یک برگه هست که شما تیک میزنید، ولی خیلی وقتا ممکنه طرف وسط عمل اون رو تیک بزنه که اشتباه هستش. این فقط یک یاداوره و جزی از سیستم ست نیستش، گذاشتن این وسط که شما یادتون نره که سرجیکال تایم اوت رو رعایت کنید. خب اینجا یک اکسپایر نوشته که چه تاریخی اکسپایر میشه و دیگه تمام شد. حالا بقیه وسیلاتون هم اینجا باز میکنید و این پکتون رو باز کردید، بقیه وسیلا رو باز کردید، حالا نوع عمل و چی هستش رو اینجا ادامه میدید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر میتونید به وبسایت بنده با آدرس iranor.ir مراجعه کنید، اونجا ویدیوهای بیشتری رو به صورت روزانه براتون قرار میدم.